درود بر شما. 24 شهریور ماه 1402 خورشیدی و 15 سپتامبر 2023 میلادی. امشب در سالگشت کشته شدن ژینا امینی در بازداشتگاه نیروی انتظامی تهران گفتگوی ویژه‌ای داریم با یکی از بنیانگذاران یک شبکه زیرزمینی در ایران در پیوند با جنبش انقلابی زن، زندگی، آزادی. پرده آخرم به روال هر هفته خواهیم داشت در آخر برنامه. مقاومت در برابر سرکوب خشن و خونین اعتراضات مردم بی سلاح که به دنبال کشته شدن مهسا امینی از کردستان شروع شد و به سرعت سراسری شد، هر جا در ایران به شکلی بروز کرد. آنچه در این برنامه بهش میپردازیم چگونگی رسیدگی به زخمیهای انقلاب مهسا است، چگونه جلوگیری کردن از تلفات بیشتر مردم در مقابل سرکوب فاشیستی حکومت در کوچه و خیابون، شمار کشته شده ها به دست ماموران و مزدوران حکومت در سال 1401 بعد از یک سال تا امروز هنوز دقیق نیست، قانون حقوق بشر ایران در اسفند 1401 اسامی و مشخصات و محل و چگونگی کشته شدن 662 نفر در جریان جنبش انقلابی مهسا را منتشر کرد. این فهرست به گفته قانون حقوق بشر ایران بر اساس اطلاعاتی است که خانواده ها در اختیار این سازمان مدافع حقوق بشر گذاشتن و بنابراین تعداد کشته ها بیش از این هاست که اطلاعاتشون در اختیار این سازمان گذاشته شده. شمار زخمی ها هم قطعا چندین برابر بسا چند ده برابر کشته شده هاست. سازمان حقوق بشری هنگاو آمار زخمی ها در فاصله شهریور تا دی ماه 1401 فقط در استان کردستان رو بیش از 8000 نفر ثبت کرده. کیا رسیدگی می کردن به زخمی ها در جریان جنبش انقلابی مهسا؟ کیا مواظب بودن که زخمی ها دست مزدوران حکومت نیفتن؟ یه وقت منتقلشون میکردن جای امن، مداواشون میکردن. گاه شاهد جان دادن زخمی بودن که در حال درمانش بودن یا در حال بخیه زدنش بودن. کیا بودن این کادر پزشکی و درمان؟ کیا هستن؟ عده ای از اینا در یک شبکه زیرزمینی خودشون رو سازمان دادن به نام خورشید سرخ. خورشید سرخ یک شبکه زیرزمینی درمانی در زمان انقلاب ژینا در کردستان بود که خاستگاه شکلگیری آن شهرستان اشنویه است که در تقسیمات جغرافیایی در استان آذربایجان غربی است. همان شهر کوچکی که در اوائل اعتراضات کنترلش به دست مردم افتاد و به گفته بسیاری آزاد شد. شکلگیری این شبکه از زبان یکی از بنیانگذارانش به این صورت است. 28 شهریور 1401 بود، دو روز از مراسم خاکسپاری ژینا مهسا امینی که به یک حرکت اعتراضی بزرگ تبدیل شد گذشته بود. همزمان اعتراضات مردمی در شهرهای کردستان، سقز، سنندج و دیواندره به شدت ادامه داشت. ده ها تن در این سه شهر زخمی شده بودند و شهر دیواندره کشته داده بود. محسن محمدی اولین معترض کشته شده کردستان در جریان اعتراضات دیواندره با گلوله جنگی بود و وضعیت فواد قدیمی از دیگر زخمی شدگان این شهر وخیم گزارش شده بود که در نهایت منجر به جان باختنش شد. با سه تن از دوستانم که همه پزشک از کادر درمان و خودم که دانشجوی پزشکی بودم بر بلندای یکی از مکانهای شهرستان اشنویه نشسته بودیم. شروع به صحبت کردن در مورد اعتراضات کردیم، اینکه ممکن است اعتراضات بسیار گسترده شود و همانطور که تاکنون به کولبران زخمی شده کمک کرده ایم، اگر اعتراضات به شهر ما اشنویه هم کشیده شود باید به زخمی شده ها کمک کنیم و وظیفه خود را به جا آوریم. طولی نکشید که در 30 شهریور زنجیره اعتراضات به اشنویه کشیده شد. با آغاز اعتراضات در این شهر
گروه خورشید سرخ فعالیتش را آغاز کرد. مردم پیشتر به دلیل درمان کولبران زخمی شده تعدادی از ما را می شناختند. آنان بدون آنکه حتی از تشکیل گروه اطلاع داشته باشند با ما تماس گرفتند. این مقدمه بود بر شکلگیری یک شبکه مردمی در دل ماه‌های خونین 1401 در کردستان و گسترشش به بعضی استان‌های دیگه به قلم آقای کیوان صمدی از بنیانگذاران این شبکه درمانی که در وبسایت زمان منتشر شده. در خدمت آقای کیوان صمدی هستیم. 24 ساله متولد اشنویه، دانشجو سال چهارم پزشکی، عرض کردم از بنیانگذاران شبکه درمانی خورشید سرخ که با همکاراشون جان دست کم صدها زخمی رو در جریان جنبش انقلابی ژینا نجات دادن. آقای صمدی خوش آمدید به امشب صفحه آخر. من اجازه بدین که نخستین پرسشم رو بلافاصله بپرسم، آیا شبکه یا گروه خورشید سرخ قبل از شروع انقلاب مهسا، قبل از اواخر شهریور 1401 وجود داشت، تشکیل شده بود، یا بعد از در واقع کشته شدن مهسا امینی بود که تشکیل شد؟ سپاسگزارم، از شما سلام میکنم خدمت بینندگان محترم برنامه‌تون. شبکه خورشید سرخ نمیشه گفت اونجوری که بعدها بود، در اوایل انقلاب هم وجود داشت. ما قبل از انقلاب ژینا به پولبرها کمک میکردیم، اما آن چیزی که بعدها اسمش گروه خورشید سرخ شد در 28 شهریور 1401 تشکیل شد. اسم این شبکه رو چی شد که گذاشتین خورشید سرخ؟ آفتاب و خورشید در کردستان کهن و ایران کهن نماد خوبی ها و نیکی هاست. همچنین ما هر خدای باستانی داریم در بین النهرین که اسمش شمش هست، که خدای عدالته و نماد اون هم خورشیده و یک جورهایی به اون میگن خدای خورشید و عدالت. و چون شعار ما عدالت درمانی بود، ما این نماد رو برای خودمون انتخاب کردیم و رنگ قرمز و رنگ سرخ اون به خاطر تقلید از حلیب سرخ و هلال احمر. ببینین، اشاره کردین که قبل از انقلاب ژینا کولبرها رو درمان میکردین و مردمان شما رو میشناختن و میگین به فعالیت های در واقع پایه‌ای داشته است این گروه. حالا درباره تشکیلش صحبت میکنیم، ولی در واقع سوالم این است که آیا به نام همین مثلا کادر درمانی یا پزشکان خورشید سرخ کولبرها رو درمان میکردین یا نه اصلا این اسم؟ چون من بخوام بیشتر متمرکزشم روی چگونگی جنبه های ساختاری این گروه و تشکیلش و بعد فعالیتش، این اسم اصلا وجود نداشت و بعد از 28 شهریور بود که شکل یا اصلا مطرح شد. بله، ما این اسم رو 28 شهریور بر روی این گروه 4 نفری گذاشتیم که اون جلسه رو ما در جایی برگزار کردیم که الان در زیر سد چپرآباد جدیدن آبگیری شده اون سد و زیر آب رفته، ولی خب شروع این گروه از اونجا بود و این اسم هم همونجا بر این گروه نهاده شد. خب اول گفتین با 4 نفر شروع کردین، چند تا پزشک، دانشجو پزشکی مثل خودتون، پرستار و غیره؟ ما یک پزشک، من و یک ماما و یک تکنسین اورژانس بودیم که از شهرهای مختلف حالا به هم دیگه پیوسته بودیم، ولی در اشنبیه کار کردیم. ما اول فکر نمی کردیم که اصلا نیاز باشه که ما فعالیتمون رو شروع کنیم، اما بعدها دیدیم که این 4 نفر بسیار کمه حتی، و کم کم عضو گیری کردیم و به 12 نفر رسیدیم در اوج انقلاب، یعنی در مهر ماه. و بعد همینجوری گسترش پیدا کردین عضوگیریتون همینطور که میگین؟ من در هفته مهر دستگیر شدم، ولی دیگر اعضا عضوگیری رو ادامه دادن و
به شهرهای دیگه هم رفته بودن در این مدتی که من نبودم و این شبکه بعد از آزادی من تونست نزدیک چند صد نفر رو عضو کنه. حالا درباره این جزئیات صحبت میکنیم. چجوری این شبکه از چشم مزدور و مأمور حکومت تونست دور بمونه و فعالیت بکنه؟ اول از هر چیزی ما با مردم به عنوان خودمون ارتباط میگرفتیم، نه یک گروه. اونها ما رو مثل خودمون میشناختن، یعنی من کیوان صمدی رو میشناختن و با من تماس میگرفتن و من میرفتم بهشون کمک میکردم با دوستانم. و اینجوری نبود که ما خودمون رو به عنوان یک گروه به مردم معرفی کنیم، چون اینگونه اگر یکیمون رو هم دستگیر میشد اتهامات گروهی به اون زده نمیشد و خود فرد رو بازجویی میکردن و اتهامات فردی رو میزد. به همین دلیل ما به عنوان فرد خودمون رو معرفی کردیم و مردم هم از این طریق چون ما رو میشناختن، خب از طریق دربان پولبرها قبلا با ما آشنا بودن و همچنین خب من دوستانی در شهر داشتم، جوانانی بودن که اینها با من ارتباط برقرار کردن و ما تونستیم این پیوندی هایی که بین ما و مردم بود رو گسترش بدیم. ببینین ارتباط برقرار کردنتون با دیگران برای عضوگیری، همینطور که میگین شما چهار نفر، اول یک تجربه است که کمتر دربارش صحبت شده، شاید تا حالا نشده اصلا در همین یکی دو سال اخیر، برای اینه که من تو جزئیات ازتون میپرسم، هرچند که نباید بگیم، خب نمیگین طبیعتا. ببینین شما چهار نفر اول قرار میذارین که یک گروه در واقع کمک رسانی درمانی درست کنین، اسمش هم میذارین خورشید سرخ، یعنی در واقع به فکر درست کردن یک تشکیلاتی بودین. این تشکیلات و بعد تماس میگیرین با افرادی، خب اعتماد کردن به افراد میخواد، مخصوصا در اون وضعیت چقدر آدم میتونه اعتماد بکنه. بعد این تماس گرفتن، خب و همه هم دارن داوطلبانه کار میکنن، طبیعتا کسی پول نمیگیره که بیاد مثلا، یا مبارزه مسلحانه نیست که، یک کمک درمانی طرف یا پزشک، مخصوصا در کادر پزشکی خیلی سخت افرادی رو پیدا کردن که خودشونو در بین پزشکا بیشتر منظورمه، ببخشن پزشکان متعهد، که در واقع جانشونو بزنن کف دستشون و بیان وسط و زخمی هایی تو خیابونو جمع کنن و بهشون برسن. این ارتباط گرفتن ها تا اونجایی که میتونیم بگیم، میخوام ببینم این ساختار چگونه اصلا شکل گرفت و چگونه پیش رفت و آیا اصلا نیاز به تصمیم گیری بود، مثلا کی تصمیم میگرفت، یا اینکه نه همینجوری هر گروهی در هر محله خودش تصمیم میگرفت و پیش میرفت، فقط این ارتباطا برای رسوندن مثلا، فقط این شبکه برای مثلا حفظ ارتباطا برای رسوندن دارو و مثلا لوازم بود، یا مثلا هر چی. بفرمایید، خواهش میکنم. این هسته اولیه چهار نفره ای که تشکیل شد، خب ما از قبل همدیگر رو میشناختیم و به همدیگه اعتماد کامل داشتیم، اما این افراد جدیدی که به ما اضافه شدن در طول انقلاب بود که این افراد به ما اضافه شدن و گروه گسترش پیدا کرد. اینکه ما چگونه این افراد رو شناختیم، خب ما دوستان و آشناهان دیگه‌ای هم داشتیم. اون 12 نفر که بعدها گسترش پیدا کردیم به 12 نفر، از همینها تشکیل شدن و اونها هم کسان دیگری رو در شهرهای دیگه میشناختن به دلیل حالا مثلا هم دانشگاهی بودنشون، حالا هم شهری بودنش، یا هر چیز دیگری، تونستن به همدیگه اعتماد کنن و این اعتماد جلب بشه و این گروه گسترش پیدا کنه و در نهایت به شبکه تبدیل بشه. ما اول دست داشتیم که به شکل گروه یک پارچه بمونیم، اما بعد از دستگیری ما، ما تصمیم گرفتیم که حالت رو از یک گروه خارج کنیم و به یک شبکه تبدیلش کنیم، از چندین گروه کوچکتر که اون گروه های کوچکتر میشه اعتماد رو خیلی ساده تر جلب کرد
یک گروه 4 نفره مثلا همدیگر رو همه میشناسن، ولی در یک گروه 300-400 نفره یا مثلا حتی 50 نفره ممکنه که همه همدیگر رو نشناسن، به احتمال وجود نفوذی هم بیشتر میشه. اما وقتی که شما یک گروه 4 نفره دارید، یک نفوذی در داخلش باشه، فقط این 4 نفر هستن که ممکنه به خطر بیفتن، نه یک جمعیت بزرگی 50-60-100 نفره. به همین دلیل ما اون رو تبدیل به گروه های کوچکتر کردیم، رو محل محور کردیم و این ارتباطات به گونه ای بود که ما فقط بهشون دارو میرسوندیم، اونا خودشون مختار بودیم. همچنین ما در خورشید سرخ هیچ رئیسی حتی امروز هم نداریم و همه رئیس هم از لفظ رئیس مشترک برای اداره این شبکه استفاده میکنه، چون همه حق نظر دارن، همه به یک اندازه دارن زحمت میکشن و همه به یک اندازه جونشون در خطره. و خب این شبکه در اصل هیچ گاه برای اینکه یک فردی به قدرت برسه یا یک فردی به یک امتیازاتی برسه ساخته نشده و یک کار داوطلبانه بین هممون. خب ببینید، تأمین مالی و لوجستیک، منظورم تهیه دارو و انتقال زخمی ها و از محله به خونه ها یا به بیمارستان یا حتی به شهر دیگه، مثلا از یه روستا، و تأمین پزشک و جراح و پرستار و غیره، همه چیز قطعا برای این شبکه یا تشکیلات خیلی مهم بوده. و به ویژه وقتی که محله محور میشه، خب به هر حال باید یه جوری حتی همین گروه های کوچیک با به خطر انداختن خودشون یه ارتباطایی داشته باشن که بتونن اینا رو با شبکه های دیگه، حالا اینم یه سوال دیگه است الان دارم میگم اومد به ذهنم، که آیا این شبکه ها به هر حال با هم هیچ ارتباطی داشتن یا نداشتن. باری این ببینین، هم پول میخواد هم لوجستیک میخواد، پشتیبانی میخواد. از کجا و چه حزب و گروهی شما حمایت میشده اید از آغاز؟ ببینید، خورشید سرخ از آغاز هدفش این بود که مستقل باقی بمونه و خب کمک گرفتن از هر حزب، نهاد، سازمان یا ارگانی باعث میشد که ما این استقلال کامل رو از دست بدیم و ممکن بود که شاید از ما بخوان که ما از اونها رو در اولویت قرار بدیم برای درمان، که این با شعار اصلی ما یعنی عدالت درمانی مغایرت داشت. به همین دلیل ما از هیچ سازمان و حزبی هیچ کمک مالی نگرفتیم. منابع مالی شبکه از طریق اعضا و چند خیر تأمین می شد که ما اینها رو جمع آوری می کردیم، باش دارو می گرفتیم از شهرهایی که امن‌تر بود، از شهرهایی که آروم‌تر بود، و اونها رو به شهرهایی که درگیر بودن انتقال می دادیم. برای انتقال ما یک سیستمی ساخته بودیم که اسمشون رو دارو برگذاشته بودیم. خیلی نمیتونم جزئیاتش رو بگم، ولی اینها کسانی بومی بودن که راه‌های میانبر به شهرشون رو بلد بودن و میتونستن داروها رو اونجا برسونن. ببینید شما، اولا من اون سوال قبلی رو تکمیل بکنم. آیا این گروه های کوچیک که فرمودید، توضیح کافی هم دادین که چرا این گروه های مثلا 4 نفرش کردین، کوچکش کردین، محل محور کردین، به هیچ وجه اینا با هم ارتباطی نداشتن و همشون اونان گروه های محل محور خورشید سرخ فعالیت میکردن؟ ببینید، خیلی از این گروه حتی نمیدونستن که عضو خورشید سرخ هم و فقط با یک فردی ارتباط داشتن که عضو خورشید سرخ بود و بهشون دارو میرسون. اونها میگفتن که مثلا ما دارو رو از فرد ایکس گرفتیم و خب اونها فرد ایکس رو میشناختن، نه یک شبکه رو. برای امنیت شبکه ما این گونه عمل کردیم و خب اینکه شبکه هم دیگر رو میشناختن ممکن بود بشناسن، ولی اینکه هر دو دارن از خورشید و سرخ دارو میگیرن و هر دو عضو شبکه خورشید و سرخ هم خیر. خب بعد شما به هر حال یه تعداد معینی بودین که از همه ماجرا خبر داشتین و نقش هماهنگ کننده لااقل داشتین دیگه، درست عرض میکنم؟ بله. خب من دیگه ما حدود 12 نفر هماهنگ کننده بودیم که اینها در طول این انقلاب هی عوض شدن و تنها عضوی که از هیئت مؤسس باقی موند و اون از اولیه فقط من هستم الان در حال حاضر.
و اعضای جدید هم به من لطف داشتن و بنده رو چهره خورشید و سرخ کردن، وگرنه من در مقابل تخصص برخی از اون اصلا هیچ عددی نیستم و سوادی هم من. ببینین، آیا این عوض شدن اون 12 نفر به چه دلیل بود؟ خب این میتونست مثلا توی 12 نفر بعدی یه وقت نمیدونم یه وقت تو جمهوری اسلامی نفوذ کرده باشه، حکومت نفوذ کرده باشه، و چرا اصلا عوض میکردین؟ ببین خب در اون شرایط خیلی ها بودن که دیگه نمیتونستن ادامه بدن، حالا یا به مسائل امنیتی یا به خاطر مسائل امنیتی یا به خاطر مسائل خانوادگی یا دلیل های دیگه، یا اصلا شاید خودشون دیگه نمیخواستن ادامه بدن، چون خب اون صحنه هایی که هر روز میدیدن، اون خستگی ها و اون صحنه های وحشتناک داخل اعتراضات واقعا خب خیلی ها نمیتونستن از پسش بر بیان. و ما اون 12 نفر رو یک دفعه عوض نکردیم، مثلا یک نفر میرفت و یک فرد قابل اعتماد دیگه به جاش میومد و خب این گونه عوض شدن. ممنونم. ببینید آقای صمدی، اون مردمی که بهشون رسیدگی میکردین، که حالا همینطور که میریم جلوی رو جزئیات بیشتر تکیه میکنیم، اون مردمی که بهشون رسیدگی میکردین میدونستند که یک شبکه درمانی مستقل زیرزمینی به نام خورشید سرخ هست که داره بهشون رسیدگی میکنه؟ خیر، چون ما همونطور که گفتم ما شخص به عنوان شخص با مردم ارتباط برقرار میکردیم، به عنوان یک شبکه، به عنوان یک گروه، و همین هم باعث میشد که ما سعی کنیم که همین ارتباط شخص با مردم رو حفظ کنیم، نه شبکه با مردم. ما تنها کسانی که از ما اطلاع داشتن از وجود ما چند فعال بودن در خارج از کشور که به عنوان یک جورایی بکاپ اطلاعات ما عمل می کردن و ما اطلاعات خاممون رو و اون عکس‌ها و فیلم‌هایی که از داخل اعتراضات داشتیم، از زخمی‌ها داشتیم، برای اونها ارسال می کردیم و اونها یک جوری تریبون ما شده بودن و صدای ما شده بودن و به جهان بیرون. آقای صمدی، آیا من این سوالم بپرسم که این بحث تامین مالی و لوجستیک رو به طور کلی تموم بکنم و رسیدگی ها رو، آیا شما خواستین که مستقل باشین و مستقل از همه احزاب، گروه ها، از حکومت که به طور طبیعی اصلا جنگ حکومت با مردم در واقع بود، و آیا هیچ گروهی، حزبی، چه از شهرهای دیگه، چه داخل کردستان به شما پیشنهاد نداد که بهتون کمک بکنه، چه از نظر مالی، چه لوجستیک، مخصوصا دارو براتون بکنه؟ جانم، این پیشنهاد بود ولی خب ما نتونستیم قبول کنیم. چون همونطور که گفتم ما میترسیدیم که استقلال خودمون رو از دست بدیم و به همین دلیل، چون ما کارمون این بود که فقط به زخمی شده ها کمک کنیم، به کسایی که به ما نیاز دارن و به هیچ حزب و گروهی وابسته نشیم، به همین دلیل ما این پیشنهادات رو رد کردیم. ما در 2 مورد این پیشنهاد رو داشتیم. یعنی هم نظر امنیتی دلیلش این بود که رد کردین، و هم نکته که اشاره کردین خیلی کوتاه، این که در واقع میترسیدین و میترسین، ترس که میگم شاید واژه خوبی نباشه، که اون احزاب وقتی که به هر حال هر که هر چی میده یه چیزی میخواد جاش پس بگیره، شاید ازتون انتظار مثلا نمیدونم کمک بهشون داشتن مثلا یا دارن، وقتی که آدم بگیره میتونن یه همچین انتظاراتی داشته باشن دیگه. دلیل اصلی ایناست که عرض میکنن. ببینید، ما به همه به طور یکسان کمک میکنیم، یعنی برای ما فرقی نمیکرد اون فردی که بهش کمک میکنیم چه گرایش سیاسی داره، چه گرایش جنسی داره، از چه ملتی هست، از چه دینی هست، اصلا اینها برای ما مهم نبود. به همین دلیل ما میخواستیم همین رویه رو ادامه بدیم و ممکن بود اگر از بعضی گروه ها کمک بگیریم به این رویه استقلال مستقل بودن خودمون لطمه بزنیم. آماری دارید آقای کیوان صمدی،
آماری دارید که در جریان انقلاب مهسا شبکه خورشید سرخ چند زخمی رو تونست بهشون رسیدگی کنه؟ تو چه شهرها و مناطقی و در چه مدت از نظر زمانی؟ بر اساس داروهای مصرفی که ما تامین می‌کردیم و برای گروه‌ها می‌فرستادیم، همچنین عکس‌ها و گزارشات روزانه گروه‌ها به ما، یعنی گروه‌هایی که در شهرها بودن نه گروه‌های کوچک، چون ما با شهرها ارتباط می‌گرفتیم نه با اون گروه‌های محلی، چیزی حدود 780 نفر تا این لحظه ما درمان داشتیم. چرا میگم تا این لحظه؟ چون خیلی ها هنوز آثار اون ساچمه ها، زخم ها و شکنجه ها در تنشون هست و ما هنوز هم داریم سعی میکنیم که بهشون کمک. این عکسایی که از رادیولوژی الان دیدیم عکسایی بود که من خواهش کردم قبل از برنامه آقای صمدی برای ما بفرستن، که انبوهی عکس فرستادن، عکسای جراحی و رسیدگی به زخمی ها و عکسای رادیولوژی که خیلی هاشون، شاید واقعا 90% شما نتونستیم، بیشتر نتونستیم بیاریم نشون بدیم به دلیل اینکه اینقدر وحشتناک بود. همینا رو خلاصه در آوردیم از توش که دارین میبینین، این نقطه نقطه ها همه جای گلوله است و جای ساچمه. عکس از سر بود، از جمجمه بود و فراوان در همین رادیولوژی، و عرض کردم عکس هایی که برای بگذاریم. خب حالا دیگه این مشتی نمونه خربار. آقای صمدی، اگر می شود تلخترین خاطره و شیرینترین خاطره از دوره فعالیت در شبکه خورشید سرخ، اگر چیزی تو ذهنتون هست بگین. تلخترین خاطره ای که ما داریم، یعنی همه اعضا، اونهایی که تأسیس کردیم، چون تازه بودیم، اولین شب فعالیتمون بود که به امین معرفت شلیک شد، یه نوجوان 16 ساله با کلی زندگی. حتی نتونستیم ببینیم، حتی نتونستیم برسیم بالا سرش، انقدر سریع این اتفاق افتاد و انقدر سریعشون جونش رو از دست داد که ما هممون شوک شده بودیم و نمیدونستیم اصلا باید چی کار کنیم. الان واقعا اصلا فکر نمی کردیم که با همچین صحنه ای ما مواجه بشیم. و خب من و یکی از همکارام، چون حالمون خیلی بد بود، ما رو فرستادن که به زخمی هایی که توی خونه ها مخفی کرده بودن رسیدگی کنیم و از داخل اعتراضات کمی دور باشیم، که بعد از چند لحظه بهمون زنگ زدن و گفتن که دو نفر دیگه هم جان باختن و حال یکیشون هم خیلی وخیمه و اون رو به ارومیه منتقل کردن، که خب 4 نفر ایشون هم بعدن در بیمارستان ارومیه جان باخت و تعداد کشته ها به 4 نفر رسید از شب اول اعتراضات هوشنویه. که خب امین معرفت، میلان حقیقی، صدرالدین لیتانی و عبدالسلام قادر یلوان اسم این 4 نفر بود که واقعا هنوز هم که هنوزه ما از، یعنی خودم به شخصه هنوز اون ما رو دارم که اون لحظه واقعا نمیتونم از ذهنم پاکش کنم. هر وقت که اسمش میاد یا عکسش رو میبینم یا فیلم های انقلاب رو نگاه میکنم، دوباره چهره امین معرفت میاد توی ذهنم. خب اگه بگم شیرین ترین اتفاق، بله خواهش میکنم، میشه گفت آزادی اوشنبی. اون شبی که ما تونستیم کنترل بخشی از شهر رو در دست بگیریم، هممون خوشحال بودیم، کل شهر خوشحال بود. یکی اومده بود بیرون و در اعتراضات شرکت کرده بود، همشون خوشحال بودن، چون داشتن توی هوایی نفس میکشیدن که با آخوند مسموم نشده بود، هیچ حکومت آخوندی توی اون
بچه نمی کشت و یک شب رو ما در یک آزادی نسبی تونستیم سپری کنیم و به ایران این پیام رو مخابره کردیم که میشه بدون آخوند بود و یک ایران بدون آخوند رو میشه متصور شد. کی بود؟ شب 28 شب اون موقع بود؟ 28 شهریور یا بعدش بود؟ کی بود؟ یکم مهر. و چقدر ادامه پیدا کرد این حالت که میگین که شهر دست مردم بود کامل؟ تا فردا ظهرش که به روشنوی لشکر کشی شد. یعنی تمام ادارات و تمام ادارات، تمام نمیدونم اونجا مثلا صدا و به قول خودشون صدا و سیمای مثلا شهری یا استانی نمیدونم چی هست یا نه، به هر حال منظورم اینه که آیا تمام دستگاه‌های اداری دست مردم بود و شما و بیمارستان‌ها مثلا حالا بیشتر شما خبر دارید، یعنی هیچ تسلطی حکومت بر هیچ جا نداشت، همه اینا خود مردم، دست مردم بود تمام. ببینید نیروها عقب نشینی کرده بود به شهرک فرهنگیان و اون قسمتی که ستاد سپاه پاسداران در اونجاست و باقی شهر در اختیار مردم، فرماندهان و فرماندار شهر و شورای تامین و قاضی‌ها و مزدوران به ارومیه و نقدیر قرار کرده بودن و خب میشه گفت که تقریبا دست مردم بود، ولی خب هیچ اداره‌ای ما واردش نشدیم و همه ادارات سالم و هنوز هم همون جوری بود که بود قبل از اینکه آزاد بشه. و چند اینکه اینها به مردم اتهام سوزاندن بانک‌ها و اینها رو زده بودن، اینها تعدادی مزدور بودن که در داخل اعتراضات همراه ما بودن و اینها اون بانک ها رو سوزوندن تا با این اتهام اونهایی که دستگیر میشن در اوشنویه رو با تخریب اموال عمومی محکوم کنن. و خب اوشنویه هیچ صدا و سیمایی نداره و این سیستم در اونجا نبود که ما بتونیم از اونجا این پیام رو مخابره کنیم. ببینید شما اشاره کردید که 700 نفر، نمیدونم الان چقدر، 700-800 تا عضو داره این شبکه خورشید سرخ، این کادر درمانی منظورم پزشک پرستار و غیره، حالا یه بار دیگه این اشاره رو بکنیم که میخوام این سوال بکنم که آیا این تشکیلات همچنان وجود داره یا اینکه از تموم شده فعالیتش؟ 780 نفر تعداد زخمی ها بود، من در اینجا که اصلاح بکنم، و تعداد اعضای خورشید سرخ بیش از 200 نفره، نزدیک بین 200 تا 300 نفره که از کادر درمان، مردم عادی، چون خیلی ها ما تونستیم بهشون آموزش بدیم، چون بخشی از برنامه خورشید سرخ آموزش مردم، ما شعارمون الان در حال حاضر اینه که ما یک جامعه امدادگر میخواییم بسازیم که اگر انقلاب دوباره موج جدید شروع بشه ما بتونیم از کشته شده ها و از جراحات شدید که منجر به مرگ بشه بتونیم کنترل کنیم و نذاریم که این مشکلات خیلی حاد بشن. و به همین دلیل معتقدیم که همه جامعه رو باید آموزش بدیم، چون این یک نیازه در زمان انقلاب. یعنی همچنان وجود داره این شبکه، درست عرض میکنم؟ بله، ما در حال حاضر در حال عضوگیری هستیم که اگر موج جدیدی از این انقلاب شروع شد بتونیم با تمام توان به مردم کمک کنیم. همچنین در حال آموزش مردم هستیم و جزوه خورشید سرخ در حال انتشار، مردم میتونن دانلود کنن و ازش استفاده کنن که بر اساس تمام گایدلاین های صلیب سرخ نوشته شده و همه چیز درش رعایت شده. بزرگ من اگر تو از جزو رد نشیم، همین چند روز پیش 21 شهریور 1402 خبرگزاری کردپا گزارش داد که این جزوه‌ای که شما اشاره کردین، جزوه کمک‌ها و اقدامات
اولیه پزشکی در مبارزات خیابانی اسمش توسط شبکه خورشید سرخ منتشر شد و نوشتند که این جزء آموزش اقدامات اولیه پزشکی در آستانه سالگرد قتل حکومتی ژینا امینی در صدد کمک به مردم کردستان و ایران است که در زمان اعتراضات از حق درمان محروم می شوند. داشتیم فعال خواهد کنید یکی از فعالیتاتون دیگه داشتیم از فعالیتاتون می گفتیم خواهش میکنم. ما همچنین سعی داریم که این شبکه رو به تمام ایران گسترش بدیم، چون ما معتقدیم که جمهوری اسلامی وقتی میخواد یک نوع از آپارتاید و یک نوع از رفتار سرکوبگرانه رو تست کنه، اون رو در کردستان اول امتحان میکنه و بعد به کل ایران اون رو منتقل میکنه. همونطور که دیدیم ما سالها پیش در کردستان شکنجه های شدیدی در زندان داشتیم، حکم های خیلی سریع اعدام داشتیم که این دیدیم که به شهرهای مرکزی تهران، مشهد و اصفهان هم کشیده شد و خب این نشون میده که این رفتار جمهوری اسلامی که در کردستان علیه کردها انجام داد، یعنی آپارتاید درمانی، قطعا به شهرهای دیگه ایران هم منتقل خواهد شد، چون ازش جواب گرفته از این روش سرکوب و ما در حال حاضر داریم کار بیکنیم که اون رو به تمام ایران منتقل کنیم. آیا تشکل‌های مشابه درمانی بین المللی یا حتی نمیدونم تشکل‌های مدنی مثلا در خارج از ایران، چون تشکل مدنی یکی از خصوصیاتش این است که قاعدتاً علنی است، ولی شبکه خورشید سرخ تشکلاتی زیرزمینی است، ولی در ارتباطاتش با خارج از با تشکلات های مشابه، یا منظورم زیرزمینی نیست دیگه، منظورم تشکل های یا نهادهای امدادگر بین المللی مثلا، آیا ارتباطاتی دارین و آیا شبکه خورشید سرخ برای این نهادها شناخته شده هستن، آیا همکاری هایی با این تشکل ها دارین؟ ما با چند سازمان پزشکانی که ایرانی هستند در خارج از ایران، حالا در آلمان، فرانسه و اینها ارتباط داریم و ما این ارتباطات رو ساختیم و اونها با ما همکاری خیلی خوبی دارن. همچنین با یک سازمان بین المللی هم همکاری داریم، مدیکو اینترنشنال، که طی اون مکاتباتی که باشون داشتیم قراری که در امر آموزش و همچنین پشتیبانی به ما کمک کنن و قطعا اینها به نفع مردم ایران خواهد بود، چون ما سعی داریم که این عدالت درمانی رو تا اونجایی که میتونیم و در توانمون هست به تمام ایران برسونیم، چون جمهوری اسلامی تا جایی که بتونه اون رو از مردم سلب میکنه در زمان انقلاب و ما باید این رو، این حرکت رو، این شبکه رو قوی تر کنیم تا بتونیم هم یک آلترناتیو در این دوران داشته باشه. آقای صمدی، این شبکه درمانی که شما و دوستاتون با این همه زحمتی که میگین و جان به خطر انداختنها پای گذاری کردین، البته خیلی ارزشمنده، دو ویژگی داره که آدم وقتی درباره تشکلی یا گروه های مشابه فکر میکنه بیشتر قابل تعامل میشه. یکی این که این شبکه که هدفش رسیدگی به زخمی های انقلاب مهسا بوده، قاعدتا باید با فروش کش کردن جنبش انقلابی و جمع شدن اون بساط کشتار مردم از خیابونا دیگه موضوعیتی نداشته باشه. اشاره کردم و شما اندک جواب دادین به این موضوع، ولی معمولا تشکیلات های زیرزمینی که در شرایط یا حتی روزمینی یا حتی تشکل های مدنی که در شرایط معینی به هدف معینی تشکیل میشن، وقتی که اون شرایط از بین بره دیگه موضوعیت ندارن در واقع و موضوع فعالیتی ندارن، ولی همچنان این
تشکیلات وجود داره همونطور که اشاره کردین و فعالیت میکنه و داره فعالیتاشو گسترش هم میده و ارتباطات بین المللی ایجاد کرده. این یکی. دومی که در شرایط سرکوب خشن و فاشیستی که شاهدش بودیم و هستیم، ساختار این شبکه چنان است که تونسته به موجودیت و فعالیت خودش ادامه بده. همه اینا درست، همه اینا از هوشمندی بنیانگذارانش و فعالانش ناشی می شود. خیلی خوب، آیا میتونیم بگیم که چه دلایلی دارد بقای این شبکه؟ چون بعضی وقتا وقتی صحبت میشه درباره به طور کلی تئوری های مثلا این شبکه ها، این تشکیلات ها، این فعالیت ها، میگن ارتباطات مردمی، ریشه داشتن در مردم ضامن بقای یک شبکه است. ولی این همش نمیتونه باشه، این قطعا مهمترین دلیل هست. چه دلایلی از نظر خودتون داره که این شبکه از بین نرفت در جریان فروکش کردن و در واقع شکست بخشی از در بعضی حوزه ها اون جنبش انقلابی در برابر هجوم مغولوار حکومت؟ ما آن وقت که گروه رو تبدیل به شبکه کردیم، یعنی گروه خورشید و سرخ تبدیل به شبکه خورشید و سرخ شد، با همدیگه این یک قراری گذاشتیم که خورشید و سرخ حتی بعد از سقوط جمهوری اسلامی هم باید به فعالیتش ادامه بده. دلیلش هم این بود که ما مطمئن نیستیم که بعد از سقوط جمهوری اسلامی آیا مردم تا چه زمانی طول میکشه که بتونن به خدمات پزشکی اونطور که باید دست داشته باشن. همچنین ممکنه که خوشی بسیار حتی بعد از انقلاب به یک خیلیه درمانی تبدیل بشه و پزشکانی که دوست دارن میتونن در این شبکه حضور داشته باشن و به صورت رایگان یا حالا با هزینه کم به مردم خدماتشون رو ارائه بدن. اینها این دلیله که ما هنوز از فردای انقلاب نمیدونیم آیا یک سال، دو سال یا سه سال طول میکشه تا ما عدالت پزشکی و عدالت درمانی رو داشته باشیم. و خب تا موقع نمیشه که ما خورشید سرخ رو منحل کنیم و مردم از بیماری، از زخم‌هاشون که برای این انقلاب هزینه کردن رنج ببرن. و به همین دلیل خورشید سرخ دلن هست، خواهد بود و تا زمانی که مردم بخوان خورشید سرخ هم خواهد. ببینید، درود بر شما. بعد از مدتی فعالیت شبانه روزی در همین شبکه درمانی، اشاره فرمودین شما رو بازداشت میکنن، کی، چه زمانی بود؟ آیا شما رو شناسایی کرده بودن؟ این شبکه خورشید سرخ شناسایی شده بود اون موقع؟ الان که دیگه حکومت میدونه. و آیا حکومت در پیوند با این شبکه بود که شما رو بازداشت کرد؟ بنده هم 7 مهر دستگیر شدم و خیر در رابطه با شبکه خورشید سرخ نبود، چون خورشید سرخ رو مخفیانه ما نگه داشته بودیم و این در ارتباط با خودم بود. یعنی اون حالا ممکنه که به خاطر فعالیت سابقم، خب من 7 سال در مشنوی فعالیت داشتم از فعالیت های محیط زیستی و حیوانات و بشر و خب جمهوری اسلامی میدونست که من در سازماندهی کارم خوبه و میتونم یک همچین سازماندهی انجام بدم و به خاطر خب تحصیلاتم و روابطی که داشتم خب این شک به من بود. یکی از احتمالات این بود و یکی از احتمالاتی که من شناسایی شدم این بود که یکی از زخمی هایی که من مداواش کردم ممکن بود دستگیر شده باشه، حالا زیر اعتراف اسم من رو گفته باشه و من نمیدونم دقیقا چی بود. ولی خب آن چیزی که در شکنجه ها و در بازجویی از بنده میپرسیدن هیچ ربطی به اسم خورشید سرخ نداشت. یعنی اونها از چیزی به اسم خورشید سرخ هیچ خبری نداشت، اطلاعی نداشتن. چه مدت در بازداشت بودین؟ چی میخواستن از شما پس؟ و بگین رفتارهاشون چجوری بود، برخورداشون چجوری بود؟ من میخواستن پس اگه ارتباط با خورشید سرخ نداشت چی میگفتن، چی میخواستن از شما؟
من 21 روز در بازداشت بودم و اینها میگفتن که رفتی اختشاشگرا رو درمان کردی، با احزاب معاونت ارتباط داری، با دول متخاصم ارتباط داری، نمیدونم با اسرائیل ارتباط داری و جاسوس رژیم صهیونیستی هستی، داری عکس و فیلم های اعتراضات و واسه تلویزیون های مخالف جمهوری اسلامی میفرستی. و این اتهاماتی بود که اول به من زده شد و بعدها اون برگه یک جورایی میشه اعتراف نامه‌ای که خودشون برای من نوشته بودن درش این بود که بله، من یک گروهک تروریستی درست کردم که اقدام‌های خرابکارانه کرده، رفته بانک آتیش زده و نمیدونم شهر رو به هم ریخته و اینجور اتهاماتی بود. و خب من از اون اتهامات فهمیدم که اصلا اینها نمیدونن خورشید سرخ اصلا وجود داره و کارمون در امنیت خوب بوده، فقط متاسفانه در اون قسمتی که من دستگیر شدم دچار مشکل شده بودیم. و خب رفتارها که یه نکته رو خواستم ازتون بپرسم، این که همین جمله آخر رو گفتین موقعی که دستگیر شدین اون گروه خورشید سرخ، شبکه خورشید سرخ، میگین دوچار مشکل شد، یعنی چی؟ چرا؟ من نگفتم خورشید سرخ دوچار مشکل شد، گفتم که اون گروه با رفتن من هم دوچار مشکل نشده و اونها حتی گسترش پیدا کردن، فقط از نظر امنیتی یکم محتاط‌تر شدن و به شهرهای اطراف اوشنویه رفتن، چون خب اعتراضات هم در اوشنویه کم شده بود و مردم شروع به اعتصاب کرده بودن و ما منتقل شدیم به شهرهای دیگه و اونها اینطور صلاح دیده بودن که گروه رو گسترش بدن و در پیران شهر به زخمی ها و به مردم خدمات ارائه داده بود. آقای صمدی میتونین بگین الان که میتونین از نظر امنیتی عرض میکنم، میتونین بگین که در چند شهر و کدوم شهرها این شبکه خورشید سرخ تا امروز تونسته گسترش پیدا کنه؟ ما تقریبا در تمام شهرهای کردستان فعالیت میکنیم و منظورم از کردستان فقط استان کردستان نیست، ما در جنوب آذربایجان غربی، استان کردستان، کرمانشاه، ایلام فعالیت داریم میکنیم و همچنین در کرج، مشهد و بلوچستان تونستیم چند گروه کوچک رو سازماندهی کنیم. به نظر خودمون کافی نیست و باید بیشتر گسترده بشه این شبکه، چون نیاز امروز این انقلابه. ما بدون نیروی انسانی نمیتونیم این انقلاب رو پیروز بشیم و برای حفظ نیروی انسانیمون نیاز به این شبکه داریم و شبکه‌های مشابه. ببینید آقای صمدی، ببخشید من این یکی دو موضوع رو اومدم تو حرفتون، داشتین درباره دوره بازداشت صحبت میکردید، از همون رفتار حالا فرمودید که چه چیزی ازتون میخواستن و بعدم ازتون یک اعترافنامه کتبی گرفتن، خب قصه های خودشون رو نوشتن مشابه بقیه قصه هایی که می نویسن و حتی میارن تو سیمای آقایون نشونن، فکر میکنن، باورم میکنن مردم، ولی به هر حال اون باعث البته بریدن حکم های سنگین هم میشه، همون اعترافنامه دروغین شده و میدونیم که نتایج فاجعه باری بعضی وقتا داشته برای زندانی بیگناه، در واقع بیگناه که عرض میکنم، یعنی اون کارهایی که لااقل اونا میگن اون کارا رو نکرد. درباره شما چی شد؟ من رو که گرفتن خب سه نفر بودن، به یک گروه سمن من رو بردن به یک مکانی که واقعا نمیدونستم کجاست، چون سرم رو پایین گرفته بودن داخل ماشین و نمیدیدم دارم کجا میرم. من تمام اون 21 روز رو در انفرادی بودم و 21 روز رو ببخشید صداتون قطع شد یه لحظه، گفتین تمام چی؟ از اینجا قطع شد، معذرت میخوام. تمام اون 21 روز رو من در انفرادی بودم.
انفرادی سلول انفرادیم رو عوض می‌کردن، یعنی هر چند روز حتی ممکن بود یک دو روز پشت سر هم سلولم رو عوض کنن. سلول جای بسیار کثیفی بود، یک پتوی سربازی کثیف هم بهم داده بودن اونجا. و خب برای شکنجه از شوکر، ضربات باطوم و تعرض جنسی و هر چیزی که آتیش زدن موهای بدنم و هر چیزی که فکر کنید استفاده کردن، فحش‌های جنسی شدید، تهدید خانواده و هر چیزی که میتونستن باهاش من رو بشکنن و مجبور کنن که اون کاغذ رو امضا کنم رو انجام دادن. البته من حاضر نشدم اون رو امضا کنم، یعنی اون اعتراف دروغین رو من هیچ وقت امضا نکردم و اونها از طرف من نوشتن که بله اعتراف کرده و اینها، ولی خب بنده هیچ وقت حاضر به اعتراف به اون چیزهایی که اونها گفتن نشدم و نخواهم شد. تأثیراتی که اون شکنجه ها روی من داشته، خب من الان هم دارم پیش تراپیست میرم و به خاطر اون تأثیرات شکنجه هنوز هم تحت درمانم. من اوایل خروجم از ایران بستری شده بودم و مدتی رو بسیار سخت گذروندم، در شرایط بسیار سخت امنیتی بودم، حتی اونجا هم بارها تهدید شدم. از دیگر تأثیراتی که روی بدنم شاید همیشگی باشه، فقط میتونم دستم رو بهتون نشون بدم چون اونهای دیگه روی بخشایی هست که واقعا قابل نمایش نیست. و این مچ دست بنده است که صدا شما نمیشه، صدا شما نمیشتم، ولی نه اینجور، یعنی در واقع خلاصه اصلا دستتون، مچ دستتون، و همینجوری مونده. شما که خودتون دانشجو پزشکی هستین بهتر میدونین که این یعنی چی؟ یعنی مچ دستتون شکستن و بعد دیگه فاقد چی هست که اینجوریه؟ خودشو نمیتونه نگه داره این مچ؟ یا نمیتونه نگه داره؟ مچ دست بنده متاسفانه اون موقع که در بازداشت بودم بسته شده بود و من ازش آویزون بودم و ساعت‌ها بود اون شکلی من رو نگه داشته بودن و بعد یک درد شدیدی توی مچم احساس کردم که خب متاسفانه مچم ترک برداشته بود و الان از چون خیلی طول کشید تا بتونم درمان پروسه درمان رو براش شروع کنم، آسیب جدی دیده و ممکنه ابدی باشه، یعنی تا روزی که زنده ام با هم همراه باشه آسیبی که دیده. ببینید شکنجه ها، من از همه نمیتونم این سوال بکنم، ولی از شما که در واقع از وسط آتیش در اومدین با این همه فعالیت جانانه میتونم اینو بپرسم و انتظار دارم که این تحمل پاسخش رو داشته باشین. چی بود؟ با جزئیات بگین شکنجه ها چی بود؟ یعنی من میخوام سبز بشه، بگین. ببینید بنده رو نگه میداشتن و به پشت سرم، به کمرم و اندام جنسیم شوک میزدن، شوک الکتریکی. همچنین آب سرد میریختن روی تنم، روی پتوم آب میریختن که سرد باشه شب که میخوابم اذیت بشم. با فندک موهای بدنم رو میسوزوندن و خیلی روی سینم الان مثلا من جای سوختگی ها رو دارم، روی بخش دیگری از پام اون رو دارم و اونها رو میسوزوندن. همچنین اونها از کلمات و لمس های جنسی استفاده می کردن برای اینکه من رو تخریب کنن، من رو خورد کنن و مجبورم کنم که دیگه از خونه بیرون نیام، بترسم و دیگه فعالیت نداشته باشم. چی شد که تونستین آزاد بشین؟ بله.
چی شد که تونستین آزاد بشین؟ من به صورت موقت آزاد شدم تا روز دادرسی. به صورت موقت با کفالت، با وثیقه، با چجوری آزاد شدین؟ منظورم اینه. صداتون نیومد متاسفانه. خیلی خوب. و بعد تونستین فرار کنین دیگه، در واقع به اصطلاح دور از چشم اونا از مرز برین به کردستان عراق و بعدش دیگه من خبر ندارم. من بعد از آزادیم باز هم به فعالیتم ادامه دادم و بعد از آزادی من بود که گروه تبدیل به شبکه شد. ما نشستیم و یک جلسه اضطراری گذاشتیم با هم دیگه و گفتیم که خب اینها اگر گروه رو کشف کنن، خب اون بلایی که سر من آوردن رو سر باقی اعضا هم میارن و این ممکنه که باعث از بین رفتن گروه بشه و باعث انتشار ترس هم میشد. اگر من اون موقع اون حرف ها رو بازگو میکردم، من سکوت کردم و حتی از زندانی شدنم هم پیش خیلی از اقوام نگفتم تا این خبر خیلی پخش نشه و باعث نشه که ترس رو من منتشر کنم به گروه و فعالیتش ادامه داشته باشه. چون حتی اگر من رو میکشتن هم من مشکلی با این موضوع نداشتم، چون خب من یک نفر بودم، ولی اگر گروه مختل بشد و از کار میافتاد ممکن بود که ده ها نفر کشته بشن و خب در چنین شرایطی یک جون خب هزینه کمتری از ده ها جون. آقای کی از ایران خارج شدین؟ من 25 دی ماه. ببینید جونم، من 4 دی ماه 25 دسامبر. ببینید یه دقیقه وقت داریم، توصیه یا دارین به جوانان نسبتاً از سن و سال خودتون به انقلابی، یعنی که میخوان از شر این حکومت خلاص بشن؟ ببینید تشکیل گروه و شبکه کار سختی نیست، همه میتونن و دوستاشون همچین گروه هایی رو بسازن و فقط گروه های پزشکی نیست، اونها میتونن خیلی گروه های دیگری بسازن که در این شرایط بتونه کارهای مهمی بکنه. میتونن گروه هایی رو بسازن که بتونه شعارهای انقلابی، بیانیه نامه ها و حتی مثلا اسم جانباختگانی که در اون روز در اون شهر کشته شدن و خب به خاطر قطعی اینترنت نتونستن مردم بدونن که چه کسی کشته شدن رو پخش کنن، صدای مردم باشن و هر گروهی که فکر میکنن به این انقلاب کمک میکنه رو میتونن سازماندهی کنن. خیلی هم کار راحتیه. گروه های پزشکی که در آینده ساخته میشن میتونن روی ما حساب کنن، خوشی به سر پشتشونه و میتونن با ما ارتباط بگیرن و مطمئن باشن که از لحاظ دارویی و آموزشی پشتشون. درود بر شما. آقای کیوان صمدی از بنیانگذاران گروه شبکه زیرزمینی خورشید سرخ در ایران، ممنونم. بله بریم پرده آخر. چند سال قبل یک کنفرانسی بود که تمام سران دنیا جمع شده بودن در سازمان بین الملل و اون شخصی که قبل از شخص الان مسئول بود، جالب بود، تو سخنرانیش رو کرد به کشورهای اسلامی، گفت شماها که شخصی چون علی ابن ابی طالب دارید چرا این بده با هم دعوا دارید؟ کسانی که رهبری چون امیر المؤمن رو میشناسن باید پیروی از او بکنن و من از نهج البلاغه علم سیاست میآموزم. این جمله رو گفت، در جهان هم پخش. شب و روزگار خوش.